احمد سعیدی، تبصره کوتاه بر صحبت‌های خلیلزاد. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمد به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می‌نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. احمد سعیدی، تبصره کوتاه بر صحبت‌های خلیلزاد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، در مصاحبه روز گذشته اش با طلوع روی موارد زیل صحبت کرد. 1. در مورد حکومت آینده و امارت اسلامی. در این مورد خلیلزاد یادآور شد که آمریکا و جامعه جهانی هرگز خواهان برگشت امارت اسلامی نیستند. این خط سرخ آنهاست. آنها طرفدار نظام جمهوری اسلامی افغانستان می باشند. تبصره: در این اواخر شاهد خیلی خطهای سرخ بودیم که رنگ باختند و زرد شدند. چه تضمین وجود دارد که این خط سرخ هم تا 14 ماه بعد زرد نشود؟ 2. در مورد اختلافات دو کاندید. خلیلزاد در این مورد گفت که او زیاد تلاش کرده بود تا پیش از دو مراسم تحلیف این دو رهبر راه حلی را پیدا کنند، اما وقت کم بود. آقای خلیلزاد هشدار داد که ادامه اختلافات اشرف غنی و عبدالله ممکن است روی وضعیت امنیتی، نیروهای مسلح و مهمتر از همه روند صلح افغانستان که به گفته او یک چانس تاریخی است، تأثیرات منفی بگذارد. خلیلزاد یادآور شد که واشنگتن در جنجال‌های انتخاباتی افغانستان بی‌طرف بوده، ولی شرکت او و نمایندگان آمریکا در مراسم تحلیف اشرف غنی بر این اساس بود که مخالف ایجاد دولت موازی است. 3. در مورد متن توافقنامه صلح. خلیلزاد یادآور شد که متن توافقنامه میان طالبان و آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رای گیری گذاشته شده و مورد تایید و حمایت اکثریت واقع شده است. او در یک و دو جای متن که جنجال برانگیز شده بود توضیحات داد، مثل در جای از متن آمده که طالبان نمی توانند به مخالفین پاسپورت و ویزا بدهند. خلیلزاد گفت که در اینجا منظور همان اجازه نامه بوده است. 4. در مورد اسناد محرم ضمیمه توافقنامه. خلیلزاد در این مورد گفت که در این اسناد بیشتر بر نحوه همکاری و مبارزه طالبان با گروه های تروریستی توجه شده است. 5. در مورد خروج نیروهای خارجی. خلیلزاد یادآور شد که نیروهای خارجی طی 14 ماه افغانستان را ترک خواهند کرد و این مشروط به اوضاع و چگونگی تعهدات طالبان می باشد. خلیلزاد در جای از صحبتهایش گفته که آمریکا به اجازه کسی نیامده و برای رفتن هم نیاز به اجازه کسی ندارد. از سوی هم یادآور شد که آمریکا خواهان یک افغانستان مستقل و واحد می باشد. این صحبتهای خلیلزاد ادعای آنهایی را که شعار استقلال سر می دادن را کاملا زیر سوال می برد. 6. در مورد نقش طالبان در سرکوبی گروه های تروریستی. خلیلزاد یادآور شد که طالبان با آنها در قسمت مبارزه با گروه های تروریستی و آنهایی که منافع آمریکا را تهدید کنند همکاری خواهند کرد. به باور من طالبان تهمتی را که به نیروهای امنیتی افغانستان می زدند و آنها را مزدوران آمریکا می خواندند، از این به بعد خود در این جایگاه قرار گرفتند و نیروهای تحت فرمان و همکار آمریکا خواهند بود. و در عین حال به نقل صفحه جنرال دوستم رحمت الله نبیل می گوید: 4 طالب که در یک ساختمان بالا شود 8 ساعت با نیروهای امنیتی می جنگد و کل شهر را تعطیل می کنند. 5000 طالب را چطور پیش از آغاز گفتگوها رها می کنید؟ در صورتی که طالب را رها کردید و گفتگوها به بنبست خورد چی می شود؟ چی کسی باور می کند که طالبان عقب نشینی می کنند و خشونت را متوقف می نمایند؟ خبر روحی زندانیان به آنان حس پیروزی خواهد داد و مورال نیروهای امنیتی را آسیب می زند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید، تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان.